بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید اونایی که میگفتن جمهوری آذربایجان با کمک ترکیه میخواد سیونیک رو بگیره و به حمایت اسقاطیل میخواد زنگ زور جعلی رو علم کنه که ایران رو دور بزنه ما رو بدبخت کنه کلا به فنا رفتیم سپاه کجاست چرا حمله نمیکنه باید با کوب مام میهن برگرده کجا هن؟ خبر دارم چه خبری؟ خیلیاشون باید ساکت بشن تا شیش ماه برن در افق محو بشن. تو دو سه روز گذشته برنامه داشتیم در رابطه با زانو زدن الهام الیف. یه برنامه هم داشتیم در تو عصبانیتش عصبانیتش برای چی بود برای این بود که این منطقه رو از دست داده بود اربابش هم که اینجا مثل همار تو گل گیر کرده از اون طرف داره تسلیحاتی که به اینا فروخته بابتش هم نف گرفته پولش رو درسته زده به جیب داره تسلیحات رو برمیگردونه خب فشاری بشه ارمنستان هم که داره تجهیز میشه توسط هند و فرانسه این الهام علیف احساس خطر میکنه دیگه نمیکنه طبیعی منطقیه حالا یه ده از اونایی که از تحلیل های درست ما که لطف خدا و اهل بیت بوده فشاری شدن تو دو تا برنامه آخر اومدن گفتن که سند بیار بر این حرفایی که زدی مثلا الهام علیف کجا زانو زده کجا گریه کرده کجا اشکش در مده؟ مثلا توقع داشتن ما به جناب الهام علیف بگیم بیا جلو دوربین بشین یه ذره گریه کن اینا ببینن نمیدونم سطح فهم و درک این آدما اینه یا نه حقیقت میدانی ماجرا رو باید ببینیم این سایت سایت ترند سایت آذری زبان اینجا یه خبری رو کار کرده روش کلیک کنیم این صفحه باز میشه توی سرتیتر این خبر همونطور که دارید میبینید به زبان آذری نوشته شده 14 میلیون منات برای احداث جاده جدید آذربایجان در مسیر ایران و روی رودخانه عرس اختصاص یافت اینم عکس الهام که دیدید و در ادامه آورده که الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان فرمان تداوم اتصال بزرگراه هرادیز اگر درست تلفظ بکنم جبرئیل زنگیلان و آقبند با جمهوری اسلامی ایران و احداث پل بر روی رودخانه آراز یا همون عرس خودمون رو امضا کرد چی شد ما تو برنامه قبلی گفتیم که طرف ایرانی قرار جاده بسازه اونها باید پل بسازن از بودجهشو رو اختصاص دادن برای چی برای اینکه کریدور ارس جایگزین اون کریدور جعلی زنگ زور میشه یعنی کتن کیه جمهوری اسلامی الهام علیه فضا رو رسد کردید بابا نه انگار اوزا خیته باید دوباره برگردم سمت کی سمت جمهوری اسلامی آقای منطقه جمهوری اسلامی داره منطقه رو مدیریت میکنه بعضیا نمیخوان این رو قبول کنن انگار بشون فشار میاره زور داره براشون میگه بر اساس دستور اتصال بزرگراهی که اشاره کردن با جمهوری اسلامی ایران و ساخت پل روی رودخانه آراز یا همون عرس از محل صندوق ذخیره ریاست جمهوری ادامه خواهد یافت پس بودجه شو کی میده از محل صندوق ذخیره ریاست جمهوری آذربایجان در بودجه دولتی 2023 جمهوری آذربایجان پیش بینی شده است 14 میلیون منات به آژانس دولتی اختصاص داده بشه حالا این 14 میلیون منات رو بیایم تبدیل به دلار بکنیم چیزی در حدود 8 میلیون و 200 هزار دلار میشه حالا زبدر در هزار تومان کن ببین چقدر میشه اما نکته که وجود داره پاراگراف انتهایی این خبره که خیلی باحاله میگه وزارت دارایی باید به میزان تعیین شده در این دستور اختصاص بده این پول رو ردیف کنه اما کابینه وزیران باید مسائل ناشی از این دستور رو حل کنه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی خواست بیاد جفتک بندازه خیلی ایجاد بکنه تو مسیر پروژه تو این پروژه بسیار بزرگ هیئت وزیران یعنی کابینه علیف باید بیان کار رو راست و کنن اما بریم عرص بریم عرص نکاتی دارم که خدمت شما عرض بکنم ببین جمهوری اسلامی بدون شلیک یک تیر بدون درد و خونریزی یک توطعه بزرگ رو از این منطقه دور کرد میتونست توطعه قرن باشه چرا میگم توطعه قرن ببین انگلیسی ها که اسکاتلیا رو اینجا هل دادن تو فلسطین اشغالی خب اینا که نمیتونستن یه شبه بگن آقا برید اونجا هم کم زمین سازی کردن از طریق فوتبال و ورزش و تحریف تاریخ و مسائل این چنینی از اون طرف خیانت سید زیا هم که قبلا بهش اشاره کردم یک ایرانی که رفت اونجا از فلسطینیا زمین ها رو میخرید در قالب دلالی میداد به اسقاطیلیا خب این باعث شکلگیری اسقاطیل جعلی شد وقتی اینجا حضور پیدا کردن شروع کردن تصرف کردن اگر سیاست های جمهوری اسلامی در این 44 سال نبود این الان لبنان و سوریه و همه جا رو گرفته بودن دیگه درو میکردن میمدن جلو حالا اومدن اینجا اینجا خطرناک تر از فلسطین بود چرا چند تا دلیل داره اولا یک قرابت مذهبی وجود داشت دوما قرابت فرهنگی وجود داشت سوما قرابت زبانی با بخش عمده از استانهای شمال غربی ما یعنی این کار رو خیلی پیچیده میکرد شیعه که به جون شیعه نمیفته که اگر اینجا جنگی درگیری پیش می اومد چه بسا یه دست خود ما در داخل کشور با این پروپاگاندای رسانه ای پیدا میکردن به سمت اون وریا همچنین که الان شما برخی از این پانتورکا مثلا یه بازی فوتبال تو تبریز میشه میان تو استادیوم از اون علائم خاص استفاده میکنن شعارهای چرا نمیدن اینجا هم همین اتفاق میافتاد می نیاید بگید وطن نه اینجوری فلان است. من دیگه تحقیق میدانی کردم با اینا پس در کنار این مذهب بحث زبان هم مطرح بود آقا ما همزبانیم مگه میشه از اون طرف اون فرهنگه اون تاریخه اون گذشته همه اینا دست به دست هم میدادن این فتنه خیلی بزرگتر از فتنه اسقاطیل در اینجا میشد اونم با همکاری ترکیه حالا ترکیه اومده در ظاهر داره به نفع غزه شعار میده اما همین ترکیه داره نفت این آذربایجان رو میبره میده به اسقاطیل پول نفته براشون شیرینه از این منافع اقتصادی نمیگذرن اما نشسته دو دو تا چهار تا کرده من قرار اینجا باشم و مسافرت نیومدم که دو روز بعد بذارم برم من اینجا با جمهوری اسلامی همسایم باید چیکار بکنم باید برم میگم چشم قربان عوامرتون عوامرشون چیه میگه این زنگ زور جعلی که اینجا برای من علم کردی رو بذار کنار این عرسی که بهت گفتم از آقبند از شرق ایران میاد به شمال غرب وارده جمهوری آذربایجان میشه این کریدور باید باشه جمهوری اسلامی این رو از دست نمیده که خطوط قرمزش رو هرگز زیر پا نمیگذاره تو میخواست اینجا توطعه کنی من این توتر رو خونسا کردم چجوری خونسا کردم با اتفاقی که تو اسقاطیل افتاد یعنی با یه تیر دو نشون زدم حالا کم کم این شاید یه مقدار زمان ببره ها الان بهتون میگم فردا ندید پس چی شد کم کم ترکیه هم سوق پیدا خواهد کرد به این طرف اما یه فرقی توی ترکیه هست ایرانی های همیشه در صحنه رقم بسیار بالای پول رو خارج کردن بردن توی ترکیه مثلا من یه مصاحبه میدم از یه خانمی که 65 70 سالش بود به پول ایران 40 میلیارد تومن سرمایه رو از ایران خارج کرده بود رفته بود توی ترکیه یه ملکی بخره که اونجا مثلا تابعیت بگیرن بعد از اونجا آمریکا و کانادا اومرا. خود این مسئله میتونه یک اهرم فشار باشه حالا شاید شما بگید که اهرم فشار از سمت جمهوری اسلامی روی ترکیه من میگم نه برعکس اتفاقا از سمت اونها به جمهوری اسلامی چون یه عده‌ای دار و ندارشون رو فروختن رفتن اونجا ساکن شدن که تابعیت بگیرن از اونجا هم پرواز یا علی خدافظ دولت ترکیه داره سیاست ها رو هر سال هی تغییر میده آقا اگر سه سال اینجا باشی تابعیت میدیم بعد سال بعد میدیم یه شده پنج سال بعد سال بعد میبینیم فلان شهر نه فقط فلان شهر بعد سال بعد میبینی که انقدر متراژ نه مثلا انقدر به بالا یعنی هی داره پیچیده ترش میکنه یه نارضایتی در شهروندان ایرانی شکل گرفته یا مثلا یه قانونی گذاشته بودن شما اگر میخوای بفروشی باید حتما به ترکیه بفروشی سی درصد زیر قیمت بفروشی این کارو بکنی اون کارو بکنی همه اینها بار روانی داره رو کیه این هموطنان ما که رفتن اونجا این کار کردن گردن جمهوری اسلامی آقا تو وقتی داشتی میرفتی اونجا این کارو بکنی پول تو خرج بکنی بری تابعیت بگیری با جمهوری اسلامی مشورت کرده بودی مگه نه ولی الان طلبکارم باید بیای حق منو بگیری یعنی یه اتفاقات این چنینی در آینده هم گوشه ذهنتون باشه از این طریق بخوان فشار بیارن اما در نهایت خود ترکیه هم باید بیاد سمت جمهوری اسلامی هرچند الان داره تلاش میکنه بازار عراق رو بگیره توی سوریه اقداماتی رو داره انجام میده حتی اون زمانی که من گفتم اینها سوریه رو خواهند زد همون شبش سوریه رو زدن این فشارها معنا داره که حالا نمیشه تو این برنامه باز کرد چون هر چیزی رو نمیشه گفت اولا بعضی ظرفیت شنیدن برخی مطالب رو ندارند. دوما خب دشمنم داره رصد میکنه میشنوه دیگه دیدی که اتفاق افتاد اینجا برای من خوشاینده و ما باید جشن بگیریم بعدها اونسا شدن این توطئه جمهوری آذربایجان و باید الان تمام توانمون رو بذاریم روی آذربایجان کار بکنیم هم کار رسانه چون من و تو سیاسی نیستیم که بخوایم سیاسی بازی کنیم سیاسی کاری مال اون کسیه که تو سیاست هست و مسئولیت داره دقت بکن نمیگم سیاسی نباشا سیاست زده نباش البته اما سیاسی باش نکتهش اینه که تو نمیتونی کاری کنی به لحاظ اجرایی اما تو حوزه رسانه باید کار کنی چرا ببین تو اسقاطین این همه اتفاق میفته سخنگوی ارتش اسقاطین میاد میگه ما از حمایت رسانه ای ایران برای حماس شکست خوردیم یعنی چی یعنی فعالیت تو در حوزه رسانه مؤثر بوده پدر اینا رو در اینترنت رو قطع میکنن حمله زمینی به غزه بکنن که این جنایات رو کسی نبینه ما خب نمیشه دیگه دوره دوره رسانه است اصلا جنگ جنگ رسانه است به نظر من حالا که این اتفاق افتاده یعنی علیف اومده یک بودجه رو برای این مسئله اختصاص داده زمانش هست که ما بازارچه های مرزی رو افزایش بدیم ترددها ها تو منطقه زیاد بشه شاید الان میگید آقا مشکل امنیتی و فلان نه اینجا مشکل امنیتی الان نداریم شاید توی افغانستان داشته باشیم شاید توی پاکستان داشته باشیم الان اینجا نداریم در حال حاضر شاید دو ماه بعد بحث عوض بشه اوضاع فرق بکنه بازارچه های مرزی که تردد زیاد بشود این رفت و آمده انتقال فرهنگ کنه که من قبلا مثال زدم مثلا گفتم که تو نازیاباد تو جنوب تهران یه زمانی بتجاب نبود مثلا تو میدون انقلاب به بالا بود میدون ولی از خیابون وریز مثلا پارک وی نمیدونم طالقانی از اینجاها به بالا بروهی از غرب تهران مثلا از آریا شهر برو به بالا از شرق تهران تهران پارس برو به بالا به پایین زیاد چیزی نبود خبری نبود انتقال خورد فرهنگ ها فرهنگ های رفتاری گفتاری حتی اعتقادی حتی اعتقادی میتونه مسمر سمر باشه مثلا جوان های اردبیلی هم برن اونجا مثلا ماه محرم میشه یه هیئتی راه بندازن آقا مثلا ما دعوت شدیم به هیئت فلان در جمهوری آذربایجان چرا چون اینا دارن با شعائر مقابله و مبارزه میکنن دیگه سید شهلا جریانش یادتون نرفته که با پرچم امام مبارزه میکنن جوانای تبریزی به یه نحوه دیگه که تو ارومیان به یه نحوه دیگه یعنی اینها همش تردد باشه چون قرابت زبانی کمک میکنه به این مسئله و اولا توتر رو خونسا کنی دوما جریان تحریف رو معکوس کنی مثل همون جریان مهاجرت معکوسی که الان تو اسکاتیل اتفاق افتاده اینا از هفتاد سال گذشته هی مهاجرت رو راه انداختن هی اومدن 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 داشت منفجر میشد جمعیت الان مهاجرت معکوس اتفاق افتاده یعنی دارن برمیگردن فرار میکنن اینجا هم همین اتفاق رو باید رقم بزنی یعنی جوانای ایرانی بتونن تردد کنن برن بیان بحث تجاریش فرهنگیش هر جوری که شده اون فضا رو تو باید قراغ بکنی دیگه نظری دشمن بیاد چون اگر این دو ماه سه ماه شیش ماه دیگه بگذره ولش کنی دوباره همون آش و همون کاسه اون این سرمستی ادامه داره یه دوباره مست میشه میاد اروده میکشه دشمنم که دوست داره اینجا توطعه بکنه اسقاطی رو نگاه نکن الان اینجا به خودش مشغول کردی این طرف خبری نیست این تو رو ببین بحث محسا خودشون رو به در و دیوار زدن الان تو بحث آرمیتا گرابنده هم و همین کار رو میخوان بکنن اما نمیتونن چرا چون یه بخش اعظمی از تمرکزشون باید روی اسقاطیل باشه بنابراین به محض اینکه دشمن یه مقدار فراغت پیدا کنه دوباره میاد توتر رو ادامه میده و ما باید جلوی این توتر رو بگیریم نه تنها جلوش رو بگیریم که خودمون ببین که الان باید تهاجمی کار کنی بحث تدافعی نیست الان دیگه عرصه تهاجمی کار کردنه باید دشمن رو اونجا بزنی دشمنت که اسقاطیله نیروهای که به بهانه‌های مختلف چه. باید جوری جلوش بیستی این جریان تحریف رو معکوسش کنی البته نه اینکه در قبال تحریف تو هم تحریف کنی تو نشر حقیقت کنی بیان واقع داشته باشی یا دا قضیه اصلی اینها دشمن اومده اینجا قصدش این بوده ما الان داریم دور کمک میکنیم به انهای مختلف هم میشه کار کرد حالا شاید یه طرحی چیزی من داشته باشم بیام رسما اون طرح رو توی برنامه کامل براتون شهر بدم امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشید اینم سندش دیگه اونایی که میگفتن آقا کوین سندی که میگی اینم سندش